همراه بشیم با تاج‌الدین سروش همکارم اینجا در استودیو که جزئیات این انتخابات رو پیگیری میکنه. تاج، ظاهراً حزب حاکم شکست خورد در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا، چرا؟ شیلر، نتایج انتخابات شوراهای شهر بریتانیا داره آهسته آهسته میاد. از لندن مشخص شده تقریبا که حزب حاکم محافظه‌کار در اکثر جاها شکست خورده و حتی در جاهایی که به صورت سنتی به حزب مردم رای میدادن، مانند وستمنستر که از زمان رایگیری گفته میشه که چندین سال تا حال همیشه حزب محافظه‌کار برنده انتخابات بود، ولی در این انتخابات شورای وستمنستر از دست دادن. در جاهای دیگری هم از دست دادن که در واقع اگر ما حساب کنیم 250 کرسی شوراهای شهر اینا از دست دادن در نقاط مختلف بریتانیا. این پیامش واضح است. دلیلش این است که مردم فعلا ناراض هستند از حزب حاکم، از آقای بوریس جانسون که رهبر حزب محافظه‌کار است. مردم میگن که خب قیمت ها بالا رفته، تورم با در چندین سال اخیر رکورد شکستانده، نزدیک به 10% تورم است در امسال در بریتانیا و قیمت های نمیدونم نفت و تیل و همه چیز بالا رفته، قیمت های خوراک، مواد خوراکی بالا رفته. اینجور اگر حساب بکنیم، مردم فعلا در یک شرایطی قرار گرفتن که ناگزیر هستن که حزب حاکم دیگه باش ودا بکنن و حتی همچنان ما میبینیم که افزایش مالیات بر مردم، ما سال قبل کمتر مالیه میدادیم، حالا بیشتر مالیه میدیم و این همه چیز سبب شده که شرایط زندگی مردم بد بسازه در بریتانیا. و مردم دلیل اصلیش حزب حاکم و حزب محافظه‌کار را میدونن، میگن که این حزب نخواسته و یا هم نتونسته که قناعت مردم را فراهم بسازه و یا هم مردم به خواستهاش پاسخ بده. اینطوری که داری توضیح میدی، قاعدتا نتایج اولیه دست کم میتونیم بگیم انتخابات یه پیام مشخصی باید داشته باشه برای دولت بوریس جانسون. یک دقیقه فرصت داریم. قطعا پیامش واضح است. پیامش ایست که در سال 2025 وقتی که انتخابات سراسری در بریتانیا برگزار میشه، فعلا پیامش ایست که ممکن در انتخابات حزب حاکم شکست بخوره. همونطوری که آقای کیر استارمر رهبر حزب محافظه‌کار میگه که در این انتخابات ما یک کامبک قشنگ داشتیم یا هم برگشت خوب داشتیم که در واقع ما میدونیم بعد از گوردن براون دیگه حزب کارگر نخست وزیر نداشته و حالا آهسته آهسته خود جمع و جور میکنه حزب کارگر با توجه به وضعیت ایجاد شده در بریتانیا، از این استفاده میکنه و دوباره برمیگرده. ممکن است که در سال 2025 حزب محافظه‌کار قدرت و حزب کارگر واگذار بکنه. بسیار خب، ببینیم نتایج در نهایت چه خواهد شد، ولی اونطور که توضیح دادی احتمالاً نباید تغییر آنچنانی شاهد باشیم. ممنونم از تو تاج‌الدین سروش همکارم، اینجا در استودیو همراه من بود.